برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست با درودی دوباره خدمت یکایی یک که شما خوبان و نازنین سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه هست دوم ماه می خوشحال و خورسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن امروز همسوری که به عرض رسوندم وعده کردیم در خدمت یک دوست بسیار خوب هممون یک دوست مردم ایران یک دوست میهن یک شخصیتی که به راستی یک تنه کاری میکنه کارستان و ناخون داره کو میکنه یعنی. باید براش آرزوی پیروزی که ازش خواهش کردم امروز در خدمتش باشیم اون کسی نیست جز آقای نیکاهنگ کوسر نازنین اجازه به در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما درود بر شما آقای بهبانی سلام بر بینندگان خوب برنامه و نه من کاری در واقعا برای مردم ایران نکردم کاری رو انجام میدم که فکر میکنم لازم بود انجام بشه اگر کوتاهی کردم امیدوارم بر من ببخشند نه ارزم به حضور شما که من اون چیزی که بیان میکنم اون چیزی است که باور دارم من امروز شما رو دعوت کردم که جلوی همه کسانی که این برنامه رو میبینند یا میشنوند از شما قدردانی کنم تشکر کنم سپاسگزاری کنم از همه کوششات برای اینکه این یه که, این که به فردا بستگی داره فردای همه ما فردای میهن ما مسئله اینه که آب یه موضوع حیاته یعنی حیات و ممات انسان با آب بستگی اصلا رو ماشینای داره آب نوشته بود نمیدونم هر چیز کل شیئن معا نمیدونم از این من که عربی زیاد بلد نیستم ولی یه چیزی تو این مایه ها بود که هر چیزی به آب برد حیات هر چیزی به آب بستگی داره یعنی اینکه آب من میخوام واقعا امروز از شما بپرسم چون من دانشی که ندارم در این زمینه ها ولی میخوام از خودت خواهش کنم برامون تعریف کنی این وضعیت بحرانی آب و اینکه این چیه این جریان چیه چه اتفاقی داره تو مملکت میفته من برنامه های شما رو خورسندم که پخش میکنم و توضیح میکنم تا اونجایی که توان دارم در فیسبوک در توییتر در فایل صوتی در شاتکست در انکر اونجایی که مردم ایران میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن برامون بگین که چیه ماجرا و وضعیت چجوریه واقعا وضعیت آب من تشکر بکنم از خود شما که کمک میکنید این پیام گسترده تر برسه به دست مخاطبان و کسانی که دلنگران وضع ایران هستند اما درباره وضع آب ایران اگر بخوایم بگیم از چند جهت بایستی صحبت بکنیم یکی این که در نظر بگیریم که کشور ایران کشوری است که میزان بارندگی درش از حد متوسط جهانی پایین تر هست یعنی ما تقریبا یک سوم متوسط بارندگی جهانی نصیبمون میشه اما از نکته نظر دیگر چیزی که مهم هست این که میزان تبخیر آب در کشور ما بسیار بالاست که اونم برخی معتقدن سه برابر متوسط جهانی ما تبخیر داریم اگر بخوایم در نظر بگیریم پس به عبارتی سه برابر متوسط جهانی از اون طرف سه برابر کم... بارندگی جهان هم بیشتره ما در حقیقت در موقعیتی هستیم که خیلی خطرناکه اگر ما نتونیم درست مدیریت بکنیم اما یاد به یاد داشته باشیم که ایرانیان از هزاران سال قبل یاد گرفته بودند که متناسب با شرایط اقلیمی آب رو مدیریت بکنن قنات یک مثال بسیار مهم هست که ما در حقیقت اجداد ما توانسته بودند آبهای زیرزمینی رو به اندازه لازم و نه بیشتر از دل زمین بیرون بیارن با طریقه زهکشی مصنوعی و به این ترتیب ما یک تمدن کاریزی رو بنیان نهادیم و کاریز رو فناوریش رو به کشورهای دیگر در غرب و شرق رسوندیم شما تا چین و از اون طرف تا غرب آفریقا میتونید آثار کاریز رو ببینید در اروپا در اسپانیا و حتی در لوکزامبورگ هم آثاری از قنات بر جای مونده اما چیزی که اتفاق افتاده این هست که ما در هفتاد سال گذشته بیشتر منابع آبی زیرزمینی خودمون رو که از هزاران سال قبل بر جای مونده بود رو تخلیه کردیم و این تخلیه به واسطه توسعه ناپایداری هست که از دهه پنجاه میلادی در حقیقت اومد و سایه افکند بر کشور ما خب اگر در سالهای قبل از انقلاب به دلیل ناآگاهی نسبت به بحث توسعه پایدار خب که یه بحث جدیدی هم بود و نداشتن نگاهی نسبت به ارزیابی محیط زیستی که اونم بحث جدیدی بود بسیاری از پروژه ها اجرا شدن بدون توجه به اینکه بایستی دید آثار محیط زیستی اقتصادی اجتماعی این پروژه ها چی هستند در بلند مدت اما از دهه هشتاد به بعد به ویژه یعنی زمانی که جمهوری اسلامی آغاز به کار کرده بود پروژهایی که اجرا شدن با وجود آگاهی بسیاری از کارشناسان نسبت به تحولات محیط زیستی در دنیا و دانش روز و همچنین اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل پنجاه من میکنه از اجرای پروژههایی که تخریب میکنن منابع طبیعی و سهم آیندگان رو در نظر نمیگیرن هم ما بیدانشی کردیم و هم خود قانون اساسی جمهوری اسلامی رو خود جمهوری اسلامی نقض کرد بگن اصل پنجاه اصل نسبتاً مترقی هست اتفاقی که افتاد به ویژه در دوران سازندگی اجرای پروژه هایی بود که به اسم تأمین آب سطح های بزرگی ساخته شد که منتها سود اون سطح ها به جیب گروه اندک رفت که در قرارگاه خاتم الانبیای سپا سپاسد شرکت های مشاوری مثل مهاب قدس و گروهی از استادان دانشگاه و کارشناسانی که به عنوان مهندس داشتن کار میکردن در پروژه مختلف سهم ویژه ای رو بردن اما ضررش متوجه سرزمین و مردم شد هر اتفاقی که بر سر سرزمین ما بیفته منابع آبی دشت رو ما کم بکنیم خب طبیعتا در زیست گیاهان و جانوران رو اونجا اثر میذاره و هر تغییری در در حقیقت وضعیت زیستی منطقه نهایتا اثر منفیش رو روی مردم بر جای میذاره ما الان در ایران در وضعیتی هستیم که یک بارندگی که کاهش پیدا کرده نسبتش به نسبت به گذشته میزان منابع آب تجدیدپذیر پذیر ما یعنی کل بارندگی منهای تبخیر و اون آبی که از مرزها خارج میشه به کشورهای دیگه اون, اون آب اونم داره کاهش پیدا میکنه و مصرف ما هم بالا رفته جمعیتمون هم بیشتر شده و آبی که برای بخش کشاورزی داره استفاده میشه به نحوی غیر منطقی داره منابع آب زیرزمینی ما رو هم نابود میکنه به این ترتیب ما الان در یک وضعیت بسیار خطرناکی قرار داریم منتها حالا شاید مثال خوبی نباشه اما وقتی میگویند برخی از افراد برخی از موجودات زنده رو اگر شما در یک محوطه خیلی گرم آروم آروم گرما رو بالا ببرید عادت میکنن به مسئله و حس نمیکنن که چه بلایی سرشون داره میاد بخش عمده ای از مردم ایران تا زمانی که آب از شیر دستشویشون میاد بیرون میدونن که آب دارن اما روزی هست که متاسفم بگم برای خیلی از مردم آب حتی برای شستشو و بهداشت هم کم خواهد اومد و الان در بخش های مختلف کشور خیلی از مردم در مناطق محروم آب سالم و بهداشتی لازم رو ندارن باید با تانکر به اونجا آب برده بشه و با وجودی که آقای رئیسی همین چند روز پیش ادعا کرد که دولت سری مشکل کم آبی و بی آبی رو حل میکنه باید بگم نه وضع بدتر خواهد شد دستور داده بله دستور میده آره احتمالا دستور میده به که شیر به قول معروف اون بارش رو تغییر بدن حالا من یه پرسشی برام اینجا مینه فرمایشی ببخشید کلامتون رو قطع کردم این که می فهمید تبخیر آب سه برابر حد متوسطه یعنی چی؟ یعنی چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش چیه؟ ببینید ما در منطقه گرم و خشک دنیا قرار داریم این ایران و در مناطقی که شما گیاهان کمتری دارید و بیابان های بیشتری دارید اون انرژی حالا نور خورشید وقتی به سطح میتابه اگر در نظر بگیرید آثارش رو به صورت تبخیر بر جای میگذاره اگر به مناطق جنگلی شما ببینید این انرژی خورشید بیاد اثر بذاره همزمان با اینکه دو مرتبه منعکس میشه اما با خودش مقدار بخار آب هم بلند میکنه و اگر رطوبتی در اون منطقه باشه رطوبتی که بالاخره یه رطوبت حداقلی معمولا هست در هوا این در اون مناطق معمولا به باران تبدیل میشه اما در مناطق خشک این هرچی هم که تبخیر شده از اونجا خواهد رفت چون دیگه رطوبت اضافه وجود نداره در خیلی از اون جایی که خشک هستند به همین دلیل هست که وقتی شما مناطق سبز خودتون رو مراتع و جنگل ها رو از حالت طبیعی خودشون خارج میکنید میزان بارش باران در هم. اون منطقه شما کاهش پیدا میکنه دلیل اینکه سه برابر نه خب بعضی جاها میتونه بیشتر هم باشه ما تو توی در کمربند خشک و گرم قرار داریم و خب هر گرما بیشتر باشه تبخیر بیشتره خب بله متوجهم ولی گناه ما چی این وسط ما چی کردیم ما گناه نکردیم آه. گناه ما بایستی متناسب با شرایطمون مدیریت بکنیم ما بایستی بدونیم که اگر ما در چنین جایی هستیم نبایستی صدهای بیشمار بسازیم و آب رو در کاسه های بزرگ قرار بدیم که تبخیر بشه باید در دل زمین ذخیرش بکنیم داستان این هست ما گناهی نکردیم ما جایی رو انتخاب کردیم برای زندگی و میتونیم اونجا رو آباد بکنیم مگر اسرائیل اسرائیل بیشتر مساحتش بیابان بسیار خشک و برهوتی هست که خیلی ها نمیتونن در حالت عادی در اونجا زندگی کنن چطور هست که با روشهای کاهش مصرف آب و کاشت گیاهان که حالا محصولاتی که آب کمی نیاز دارن و با آب لبشور هم میتونن بسازن داره میوه اسرائیل صادر میکنه ما بایستی متناسب با شرایط محلی خودمون هم تاباوریمون رو ببریم بالا هم مقاومتر باشیم و هم بتونیم سازگار بشیم با اون شرایط بگرنه هیچ گناهی نداریم نه جایی رو انتخاب نه. کردیم. خب من سوالم ما... اینه که پرسشم اینه که مثلا من میبینم شخصیت در ایران چون پدر شما خیلی دارن تقلا میکنن ایشون با همراهانشون همکارانشون خیلی در گذشتم بوده ولی چرا اون اتفاق نمیفته چرا چه مشکل کجاست واقعا درد چیه یکیش یکیش فساد هست یکیش اینکه که مغز سیاسیون معمولا زمانه های کوتاه رو میبینه که میخوان از یک چیزی سری نتیجه گیری کوتاه بکنن و سرتای قضیه رو هم بیارن و همه هم راضی نگه دارن و پوپولیزم ببینید سیاست های محیط زیستی سیاست های راحتی نیستن یعنی حتما فشارهایی رو وارد خواهند کرد به بخشی از جامعه و اما نتیجه که دارن این هست که حیات و زیست رو برای نسخهای بعدی میتونن تامین کنن و تضمین کنن اما سیاست های پوپولیستی که بیایم هرچی میخوایم آب رو ورداریم از دل سفره آب زیرزمینی و بعد هر کار کشاورز هم خواست انجام بده چرا که در چارچوب سیاست خودکفایی اقتصادی آیت الله خامنه هست میشه بلایی که الان سر دشت کشور اومده و بر اساس گزارش ها الان میزان نشست در دشتای کشور به حدی رسیده که اولا دیگر نبایستی آب شیرین رو از دل زمین بیرون کشید کیفیت آب کاهش پیدا میکنه در خیلی از دشتا واقعا اون منابع آب زیرزمینی به انتها رسیدن یعنی چهار هم که حتی عمیقتر کردن دارن به سنگ پی میرسن و از طرف دیگر ما وقتی که میخوایم راجع به آب زیرزمینی صحبت بکنیم تعادل باید ایجاد بکنیم یعنی میزان ورودی آب به طور طبیعی یا مصنوعی به دل زمین بایستی با آبی که برداشت میکنیم متعادل باشه وقتی میزان آبی که برداشت میکنیم بیشتر باشه زمین نشست میکنه و نشست زمین یعنی بی آب و بی آبانی شدن و بی آبانی شدن ما در خیلی از مناطق به واسطه همین برداشت بیش از از سفره آب زیرزمینی و تغییر مراتع به زمین های کشاورزی که وقتی بی آب هم شدن اونا راها کردیم همون مراتع رو هم تبدیل به بیابان کردیم و این گستره بیابان یعنی افسایش فضایی که هم تبخیر درش زیاده و هم دیگر امکان زیست نیست و روستایان بیشماری مجبور شدن مهاجرت بکنن به حاشیه شهرها و در حاشیه شهرها هم متاسفانه امکانات تقسیم نمیشه به عدالت آره یه چیزی مثلا خودشون هم اعلام کردن که در پنجاه سال آینده ما فلان و بهمان میشیم ولی این کلمه پنجاه سال فکر میکنیم که خیلی دوره ولی همجوری که چشم برمیگردونیم از انقلاب پنجاه هفته تا الان پنجاه ساله دیگه یعنی پنجاه سال همین فرداست یا همین دیروزه هرجوری که از اول که بهش نگاه کنی چرا این جا نمیفته مشکل چیه چرا چرا این فهم ایجاد نمیشه ببینید ما تو تقسیم بندی که الان داریم میشنویم که حالا کشورهای مختلف جهان دارن همراه با هم برنامه ریزی میکنن مثلا برای بحث توسعه پایدار یونسکو در تا سال 2030 اول یک تاریخ پایانی گذاشتن بعد تا 2050 دارن الان میگذارن خب اهداف توسعه پایدار رو هم که بیان کردن در سطح جهانی یکیش تأمین آب بهداشتی بود هدف شماره 6 اجلاس آب سازمان ملل که همین یک ماه خورده پیش برگزار شد خب من این شانس رو داشتم که رفتم اجلاس رو از نزدیک دیدم با سیاستمداران با کارشناسان صحبت کردم نظرها رو پرسیدم اگر تونستم مصاحبه کنم خب مصاحبه بود اگر نه بحث کردم چیزی که یاد گرفتم این هست که یک بدون حل مشکل آب در سطح جهانی هیچ هدف توسعه پایدار به نتیجه نخواهد رسید این یک دو امنیت آبی کشورها در موقعیت بسیار نابسامانی قرار داره یعنی بخش عمده جامعه جهانی در کشورهایی هستند که در سالهای آینده از منظر آب امنیت نخواهند داشت یعنی دولتها نمیتوانند آب لازم رو برای بهداشت و عملا تأمین غذا و آب شور به راحتی تأمین بکنند در نتیجه ما یک فقر آبی گسترده خواهیم داشت اما در مورد کشور خودمون که صحبت بکنیم کشور ما حتی میزان مشارکتش در این بحث جهانی به حداقل رسید وقتی آیت الله خامنه ای اعلام کرد که بایستی از این داستان توسعه پایدار سال 2030 ما خارج بشیم و حالا درست نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در اجلاس نشسته بود اما وقتی جمهوری اسلامی خودش مخالف در عمل مخالف سیاست های گسترده برای مهار تخریب محیط زیست است و خودش یکی از مخربان محیط زیست است و در چارچوب آلوده کنندگان هوا در جهان جز دهتای اول هست و میزان گازهای گلخانه‌ای که در ایران تولید میشه بسیار بالاست خب این نگران کننده است حالا من عمدن گاز گلخانه‌ای رو اینجا مطرح کردم که ارتباطش رو ببینیم با آب چی هست ببینید شما وقتی که میشنوید که در بندرعباس کارخانه و تاسیسات آبشیرین کن رو اومدن احداث کردن آبی که از اینجا بایستی به قول معروف نمک زدایی بشه و به مناطق مرکزی ایران برده بشه انرژی لازم برای فرایند نمک زدایی در سیستم اسموز معکوس و همچنین انتقال این آب بالوله به محدوده کوههای کرمان و بعد یزد یعنی از محدوده گلوهر کرمان تا برسه مثل سرچشمه و بعد برسه به چادرملوی یزد و بعد برای مصارف دیگر غیر صنعتی این بایستی از سوختهای مثل گاز و حالا سوختای دیگر برای نیروگاه های حرارتی استفاده بکنن میزان حرارتی که تولید میشه بالاست میزان آلودگی محیط زیستی به واسطه گازی که سوخته میشه یا سوخت فسیلی که سوخته میشه اونم بالاست حالا بعد در حقیقت ما برای تأمین آب داریم جو رو گرمتر میکنیم و جو رو آلوده تر میکنیم از این طریق به جای اینکه بیایم روش‌های متناسب با شرایط اقلیمی خودمون رو اعمال بکنیم برای تأمین آب در مناطق ایران مرکزی اومدیم روش رو اعمال کردیم که در جاهای از دنیا میتواند تا حدی جواب بدهد اما وقتی آلودگی ما هم آلودگی حرارتی هم آلودگی گازی و هم آلودگی شورآبه منطقه خلیج فارس رو بیش از پیش تحت تاثیر قرار میده یعنی ما داریم منطقه رو از نظر محیطزیستی به قتل میرسونیم ببینید در طول چند دهه گذشته کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اومدن با روش نمک زدایی از آب دریا آب رو شیرین کردن در اختیار شهروندان خودشون قرار دارن به نسبت‌های مختلف اما چیزی که از این کشورها ارت... اختلاف ارتفاع زیادی ندارن یعنی لوله‌ای که مثلا از دبی میخواد منتقل بشه به مناطق اطراف اونجا ارتفاع زیادی لازم نیست ببرن اما برای اینکه آبری رو از سطح خلیج فارس ما بر... برسونیم به فلات ایران مرکزی باید حدود 2000 خورده متر ببریمش بالا و بعد مرتبه بیاریم پایین که به سطح فلات ایران مرکزی برسه خب این یعنی خودش انرژی بسیار زیادی رو میطلبه و دیگر آلودگی که ما ایجاد می‌کنیم اون شورابه‌ای که ما اضافه می‌کنیم به خلیج فارس به راحتی ت... خارج نخواهد شد چون خلیج فارس یک ده... دریای محصور بسیار کوچک هست یک درست که آب در دریا درش پیشروی کرده نه اینکه یک دریا باشه به لازم اینکه کفش پوسته اقیانوسی باشه به این ترتیب آبی هم که درون خریج فارس میاد گردش میکنه مدت زمان زیادی طول میکشه و به خاطر گرم بودن منطقه و تبخیر زیادی که در اونجا هست غلظت نمک ها در اونجا افزایش پیدا میکنه و ماهی ها و مرجان ها و دیگر آبزیان آسیب های غیر قابل جبرانی میبینند حالا اینکه برخی خیال میکنن ما با اضافه کردن آب شیرین کنا به خلیج فارس مشکل آب منطقه را حل خواهیم کرد بدون در نظر گرفتن این هست که زیست ماهی ها و دیگر چیز، چیزهایی که سیادان سید می در خلیج فارس هم آسیب خواهد دید و ما زندگی بخشی از مردمی که هزاران سال هست در اون محدود زیستن از طریق سیادی رو هم تغییر داریم میدیم آخه من دیدم تو این دو برنامه آخری که از شما پخش کردیم دوباره اشاره شد به اینکه آب از خلیج فارس میخوان بیارن ببرن این ور اون بر. اصلا این تر شدنی عملی آب سربالا میره نمیره چیه داستان ببینید ما که در کشورمون قورباغه که از قدیم ابو ها می ولی هم دمش آبم داره الان سربالا هم میره و صدای قورباغه ها بلنده اما ببینید شما با هر فناوری میتونید هر کاری بکنید یک لوله بزرگ باید داشته یه مجموعه لوله کشی باید بکنید آب رو هم پمپاژ بکنید بفرستید اما چگونه انجام دادنش مهم است برخی حتی پا به اونجا میخوان برسونن که ما بیایم خلیج فارس رو به دریای مازندران از طریق یک همین. کانال متصل بکنیم میگن چون در دهه چهل یک کارشناس این حرف زده پس حتما حرف درستیه نه خب بعضیا گفتن بیایم از اینجا مثلا نردبون بزنیم به کره ما نمیشه که این کار کرد خب ببینید داستان این هست که هر چیزی وقتی بخواد انجام بشه باید ارزیابی اثرات محیط زیستی انجام بشه که انجام یک پروژه چه تاثیراتی در کوتاه مدت و دراز مدت خواهد داشت روی زندگی زیستمندان و همچنین چه آثار ژئوپلیتیکی میتونه حتی داشته باشه شما بیاین ایران رو با یک کانال دونیمه بکنید از نظر سیاسی بعدن خودش خیلی آثار زیادی خواهد داشت اما از بحث سیاست خارجشون بحث محیط زیست خالی رو نگاه بکنیم هر پروژه‌ای حتما آثار منفی محیط زیستی داره میان بررسی میکنن که در قبال انجام پروژه چه میزان در حقیقت فوایدش نسبت به ضررهاش چقدره وقتی این کار رو یک نهاد دارای صلاحیت به نحو مستقل انجام بده یعنی به هیچ عنوان این نهادی که ارزیابی میکنه هیچ ربطی نه به کارفرما داشته باشه نه به مشاور پروژه نه به هیچ کس فقط موظف باشه ارزیابی بکنه تمام عیوب و فواید رو در نظر بگیره ما اون موقع میتونیم مطمئن باشیم تازه بایستی مقرراتی وجود داشته باشه که مقررات هم نقض نشه در هنگامی که پروژه اجرا میشه به همین واسطه هست که الان در طول چهار دهه گذشته شما صد بزرگی در ایالات متحده نمیبینید که افتتاح شده باشه در این خیلی از صدهایی که کوچکتر هستن و یا ارتفاع نسبتا کمی دارن رو دارن خراب میکنن که جان رودخانه ها رو نجات بدن الان رودخانه هست از اورگن شروع میشه کالیفرنیا میگذره و به اقیانوس آرام میریزه این الان چهار تا صد رو برنامه ریزی کردن که از توی مسیر حسب بکنن چرا؟ چون باعث شده که در یک جا جلبک ها در اونقدر زیاد بشن که جان آبزیان رو به خطر انداخته وضعیت ماهی ها در اون منطقه که بومیان اون محدوده بهش وابسته بودند در حقیقت به خطر افتاده و ساختار محیط زیستی منطقه به نحوی شده که رودخانه داره جان خودش از دست میده چون ما رود رو مجموعه رود و رودخانه رو باید یک مجموعه جاندار فرض بکنیم این رو در حقیقت میخوان برای نجاتش این صدها رو خراب بکنن اما صد خراب کردن به خودی خود نمیتونه حل مشکل بکنه چرا ما فرض کنیم یک صد بزرگ ساختیم مثل سد گتوند میلیون ها تن خاک و نخاله و سیمان و همه چیز توی اینجا هست این رو ما خراب بکنیم اینا رو میخوایم کجا ببریم خب یعنی در حقیقت باید به این مسئله اندیشید چرا ما قبل از ساخت یک صد فکر نکردیم که عمر این صد قرار چقدر باشه تاریخ به معروف انقضاش کی هست الان در ایالات متحده وقتی دارن راجع به چیزی فکر میکنن به این فکر میکنن که این قرار تا چند دهه کار بکنه آثار مثبتش و منفیش برآوردش چقدره اگر آثار مثبتش از آثار منفیش بیشتر بود بیان این کار رو انجام بدن اما در مورد کشور ما بسیار از پروژه آثار منفیشون بسیار بیشتر از آثار مثبتشون بودن بله صد که ساخته میشه ادی اشتغال براشون فراهم میشه کار فراهم میشه در یک منطقه یک دریاچه بزرگ زیبا ایجاد میشه توریست میتونه گسترش پیدا کنه اونایی که ماهی میخوان تولید بکنن از این فرصت استفاده کنن اما بیاین بررسی کنیم مثلا صدهای کارون سه و کارون چهار بین محدوده چهار محال بختیاری که کارون چهار باشه تا کارون سه که تو خوزستان هست یک منطقه بین این دو صد بین دریاچه این دو صد هست به نام دهدس روستاهای محدوده دهدس چگونه است که بعد از ساخته شدن صدها عملا وی آب هستند و باعثی با تانکر بهشون آب برده بشه خب این سوال خیلی مهمیه چرا برای ساخت صد کارون سه نزدیک به ده هزار نفر مجبور شدن از منطقه مهاجرت بکنن چون وقتی صد آبگیری میشد روستاها میرفت زیر, زیر آب. آب جنگل, جنگل های بلوط و پسته وحشی یا بنه اونا رفتن زیر آب مزاره رفتن زیر آب میراث فرهنگی رفت زیر آب یک اکوسیستم رودخانه ای و،, و, اون بوم های م... م... نزدیک اون تبدیل شد به یک محیط دریاچه ای شرایط عوض شد و این تغییر شرایط هنوز تا هنوز مردمانی که مجبور شدن اونجا به ایزه و دیگر نقاط مهاجرت بکنن زندگی خودشون رو بعد از یک دو دهه باز پیدا نکردن نه نمی خب متاسفانه خیلی درسته نمیدونم چقدر باید نگران بود اساسا چقدر باید نگران بود نگرانی من دو, دو طرف داره آقای بهبانی عزیز یکی در وضعیت فعلی واقعا وضعیت بسیار اسفناکه کشاورزان بسیاری مجبور شدن به خاطر از دست دادن آب روستای خودشون رو ترک بکنن محل زندگی خودشون رو ترک بکنن روستاهای بسیاری خالی شدن اما این روستاییان وقتی از اونجا میرن به کجا میرن میخوان برن به حاشیه شهرها چون شهرها قیمتشون خیلی زیاده مجبورن وقتی برن به حاشیه شهر اون سیستم حمایت اجتماعی که در محدوده روستا وجود داشت دیگه در محدوده شهری وجود نداره شما اگر در روستاتون دچار مشکلی می شدین بالاخره امه ای برادری خواهری میومد تا حدی از شما حمایت می کرد به شما کمک می در زمینش کار کنید تو غذای هم شریک بودید شما به شهر که برید این اتفاق دیگه مثل گذشته نمیفته. بعد شما در, حاشیه شرق سیستم بهداشتی فاضلاب رو ندارید در خیلی از جاها سیستم تأمین آب سالم رو ندارید برقی که استفاده میکنید گاهی وقتا برق سیستم همیشگی نیست هم مسئله بهداشت فکری و بهداشت اجتماعی و بهداشت فیزیکی تغییر میکنه و یکی از مراکزی که دق... قاچاق درش زیاد رواج پیدا میکنه مناطق حاشیه ای شهر هاست در بزهده. طول بر ذهکاری بسیار بالا میره متاسفانه چون واقعا چاره برای زنده موندن عملا پیدا نمیکنن خیلی ها اعتیاد بسیار بالاست ناامیدی بسیار بالاست در طول دو دهه گذشته میزان حاشیه نشینی به نقطه‌ای رسیده که واقعا بایستی نگران بود اگر ما الان نزدیک به یک چهارم جمعیت ایران الان حاشیه نشین باشن بایستی نگران آینده سرزمین بود این یک طرفی است که الان اتفاق افتاده اما چیزی که نگرانی من رو بیشتر میکنه برای آینده است یک میزان آگاهی که الان شهروندان دارن در حد لازم بیشتر از گذشته است اما به حد کافی نرسیده میزان مشارکت مردم در فعالیت هایی که بتونه کمک بکنه به مردمان مناطق آسیب دیده در حد بسیار کمی هست علائق مشارکت بسیار محدوده و این نیازمند یک رهبری هوشمندان است که ما این رو نمیبینیم نکته دیگری که به نظر من مهم هست این است که برنامه رزی برای آینده ایران متناسب با شرایط اقلیمی و بومی ایران نبوده. اینکه الان گروه های مختلف سیاسی را افتادن حالا شورای اختلاف درست میکنن یا شورب... شورای اختلاف درست میکنن یا شوربای اختلاف فرقی نمیکنه نکته مهم این هست که اندیشه زیست محیطی و نگاه به شرایط زیست بوم اولویت نبوده برای خیلی از سیاسیون وقتی منشور محسا منتشر شد بخش توسعه پایدار و محیط زیست یکی مونده به آخر بود در صورتی که الان ما میدونیم بدون آب بحث از دموکراسی و تغییرات پایدار برای ایران سرابه و تداوم این نوع حرف زدن و شعار دادن بدون اینکه ما مردم رو آگاه بکنیم نسبت به عاقبت بسیار تیره ای که انتظار سرزمین ما رو میکشه در حقیقت من متاسفم که بگم یک نوع فریب هست دلوقتي و دلوقتي. و ببینید این خیلی خوب هست که برخی از سیاسیون دارن بحث آب رو جدیتر میگیرن و این رو بایستی تحسین کرد و بیشتر هم باید باشه از این اما ما بایستی این رو هم در نظر بگیریم برای برنامه برای آینده ایران نیازمند این هستیم که یک گروه جامع و مستقل تشکیل بشه و همه گروه ها بدون اینکه بخوان سهمی ببرن کمک بکنن به شکل گیری این ماجرا و از اون راهکار به چرا میگم مستقل ما این گروه رو داریم اون گروه رو داریم به قول خودشون اتاق فکر را میدازن ولی اتاق فکر هایی که بله قربان میگویند به درد آینده ما نمیخورند ما در نظر بگیریم برای نسل های آینده نمیتوانیم به کسانی رجوع کنیم که نگاه به گذشته دارند گذشته مهم هست گذشته برای ما تجربه است تجربه خیلی مهمه اما ایده برای آینده بایستی با توجه به اون چیزی باشه که در آینده ما سرزمینمون دچارش خواهد شد و متاسفم که بگم حرفایی که زده میشه گاه و بیگاه بدون توجه به مسئله عدالت محیط زیستی و توسعه پایدار هست و این بایستی هشدارآمیز باشه و امیدوارم که سیاسیون بیشتر دقت بکنن و این بیشتر برمیگرده که چه کسانی با چه دیدگاههایی در حلقه اولیه این افراد هستند و متاسفم که بگم کسانی که ضد محیط زیست هستن به نظر من صلاحیت اصلا هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارند آره برای اینکه حیات مماتت اونجاست دیگه اصلا اصل قضیه اونجاست مثل مثلا اکسیژن رو از آدم ها بگیرن خب میمیره طرف میمیره خیلی دقیقا همین ساده است شما نگاه کنید امروز مملکت ما به جایی رسیده که یارو مدیر کل اون رو اجتماعی چه میگه برای تامین کارگرا ما باید جزایر قشم و کیش و خارک کو اینا رو بفروش بخیر بله. این که طرح نشد که مملکت رو بفروشیم که بعد چه اتفاقی بیفته یادم میاد که تو این فرمایشات شما منو بردیم به اون داستان خودکفایی و نمیدونم گندم بکاریم و اینا و بعد خوب تصاویر جلوی چشممه که زنای خونه اینا چاد و چاخچور میکردن که آقا گفته بریم جهاد کشاورزی حالا کجا میریم میخوایم بریم گندم درو کنیم خب این خود اون داستان داست و زدن و اینا فکر میکنن یه تکنیکه یه, یه،, یه کار این نیست که من برم همجوری تایید یارو رو بزنم که یه جای خاصش رو باید بزنی یه مدل خاصی باید بزنی و بعد اومدن گفتن که آقا حالا پنج نفر بشید شرکت تعاونی درست کنید بعد برید زمین بگیرید توش کشاورزی کنید خب من که اصلا هیچی از کشاورزی بلد نبودم فلان بلد نبودم دولت زمین میده پس ما بریم کشاورزی کنیم خب برای کشاورزی آب نیاز داریم پس بعد یه حلقه چاپ بزنیم آب در خب این داستان همچنان فکر میکنم ادامه داره و بعد یه مرتب افتادن که نمیدونم یادمه که یه رفته بودن جعبه میوه درست کنیم افتادن به جون درخت ها درخت ها رو میبرن که جعبه میوه درست کنن نمیدونم اصلا این ترها یا نمیدونم از کجا بوده دشمنی بوده نادانی بوده من هنوز سر اینکه اینا دشمنن یا نادانن گیر کردم نمیدونم هر، شاید هر دوشن کدومشن نمیفهمم اینو من یه چیزی رو هر از گاهی مطرح میکنم و خب بعضی ها میگوین آقا نگو این حرف خیلی بدیه ولی من میگم نه تاروخ نداره رهبران ایران و مدیران ارشد جمهوری اسلامی بیشورن شعور ندارن شما مثل فکر میکنی ما توی مدرسه اگر کسی مثلا به دیگری میگفت بیشعور طرف میرفت به معلم شکایت میکرد و از کلاس میداختنش بیرون نه ولی تعارف نداره شعور یک بحث خیلی مهمه ما در کشورمون با بحران شعور مواجه هستیم شعور داریم شعور نداریم اما چیزی که مهم هست اینه که الان ما در کشورمون به خاطر سیاستی که از ابتدای انقلاب حاکم شده و به خاطر اینکه سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی منتهی به شرایط تحریم میشد گفتن ما بایستی خودکفا بشیم اما سیاستی که خیلی از کشورهای کمونیستی هم داشتن خب این خودکفایی ما رو به کجا کشون الان دشتهای بیشمار در سراسر کشور خشکیدن آب دیگر ندارد آب به خاطر مصرف برای تولید کشاورزی از دل زمین کشیده شده و دیگه آب نیست آب مدام صد زدن مانع رسیدن آب رود به دشت ها شدن چون وقتی یک رودی جاری میشه در یک دشتی بخشی از سفر آب زیرزمینی اونجا رو تقضیه میکنی یک تعادلی وجود داره اونجا وقتی همه این چیزها رو نابود کردیم اون روستایی که خونش پایین دسته صد بود ما چاه رو عمیقتر کرد آب بیشتری کشید ما الان به نقطه رسیده ایم که نه تنها اون روستایی رفته بسیاری از جاندارانی که در اون منطقه میزیستند هم رفتند یعنی دیگر یک, یک چرخست دیگه بسیاری از اون پرندگان دیگر نیستند بسیاری از پستانداران نیستند بسیاری از حشرات دیگر نیستند به اون اندازه که قبلا اما وقتی ما یک جایی رو پر آب میکنیم وقتی یک تالابی رو قدرش رو میدونیم و زنده نگهش میداریم خب داریم زیست خودمون رو تضمین میکنیم جازموریان یک مثال خیلی واضحه وقتی که صد جیرفت ساخته شد و آبی که میرفت به جازموریان رو ما اومدیم مهار کردیم برای مصارف کشاورزی و مصارف دیگر تدریجا این تالاب بزرگ رو کشتیم الان سالی ممکنه با یک سیل بزرگ اونجا آب پر بشه ولی اونقدر سطح آب زیرزمینی پایین هست که تا آبی میاد جمع میشه میکشه می پایین و دیگه آبی باقی نمیمونه در اگر تعادل وجود داشته باشه میان آب زیرزمینی و آبی که در یک دریاچه تالاب هست این زنده میمونه دریاچه پریشان رو ما به این طریق کشتیم دریاچه بختگان رو به این طریق کشتیم دریاچه ها و طالب های مختلف رو داریم از بین میبریم اگر در باقی مونده میان مثلا اون بلایی که سر شادگان هست سرش میارن کیفیت آب به شدت کاهش بده کرده و بعد هم پتروشیمی اونجا درست میکنن اگر هویزه در حقیقت اون هورالعظیم عظیم یا هورال هویزه سر جاش بود اون منطقه و آبش رو به خاطر زدن صدخای مختلف در ترکیه و یا صد, صد کرخه آب اون منطقه کم نمیشد یک خور بسیار سرزنده و سالم بود با همه موجوداتی که اونجا زندگی میکردن آب از دو طرف کم شد سپاه هم اومده اونجا داره میخواد نفت استخراج بکنه در رو خوش کرده گرد و خاک و ریزگردش میره تو چشم و ریه مردمان دیگه خوزستان همه اینا دست به دست هم میده دور دریاچه ارومیه سطح های زیادی ساخته شد روی رودهای مختلف و این رودها یکی یکی عملا آبی دیگه بهشون از این رودها درش نبیرسید نیتشون چی بود که این صد داره میزدم؟ چیکار خیال میکردن خیال میکردن که آب شیرین اگر وارد دریاچه آب شور بشه این آب حروم شده در نظر نمیگرفتن که هزاران هزار سال این روند وجود داشت و این تعادل وجود داشت میان اون دریاچه آب شور و اون منطقه اون نهرایی که بهش وارد میشه آره و بعد گفتن خب ما بیایم این سد بزنیم و بعد چون در دهه هفتاد سطح آب دریاچه خیلی بالا اومده بود برخی از زمینداران بزرگ محدوده آذربایجان غربی و حتی آذربایجان شرقی میترسیدن که زمینهاشون زیر آب بره و کیفیتش بیاد پایینتر و نتونن زمینهاشون رو بفروشن یعنی این همش سود مالی در نظر گرفتن و بعد گفتن خب وقتی سد ساخته بشه اشتغال ایجاد میشه در اون منطقه کشاورزی منطقه میتونه تولیدش بره بالاتر اما چی شد هم صد زدن آب کمتر شد بعد اومدن چا... هشتاد هزار چاه زدن اونجا آب زیرزمینی اومد پایین تر الان هر چقدر بارون بیاد و آب بیاد تو دره چه ارومیه به, د... به این دلیل که سطح آب زیرزمینی پایین تر از سطح آب هست این تعادل برقرار نمیشه و آب نهایتا وارد سفره آب زیرزمینی هم که بخواد بشه شورتر شده و وارد میشه یعنی ما, ما انسان ها اومدیم نابود کردیم و این در زمان حیات ما بود من میفهمم که وقتی یک قولت دولت قاهر سر کار هست قدرت مردم کمتره اما مردم به کسانی رای دادن که گفتن ما بیایم براتون صد میسازیم ما بیایم مصرف آب رو میبریم بالاتر و مردم خیلی هاش دادن به کسانی رای دادن و مشروعیت دادن که نابود کردن سرزمین رو این مسئولیت میاره و نسل بعد خواهند پرسید شما چگونه بود که به این موجوداتی که فقط نابود کردن سرزمین رو کمک کردید شما که فیلم های تخیلی فضایی رو میبینید میبینید که از یک سیاره میاد یک موجوداتی میان منابع یک سیاره رو از بین میبرن و بعد میرن سیاره بعدی جمهوری اسلامی دقیقا مثل این مهاجمان فضایی عمل کردید دشمنن یا نادانن نفهمیدم هنوزم نفهمید. حالا هر, هر چی باشه به نظر من مردم ایران بایستی به ای برسن که حتی یک سر سوزن به این حکومت کمک نکنن حکومتی که نابود کرده منابع رو و نسخهای بعدی رو داره از بین میبره خب خیلی از اینکه این بای... وارد زمین می... بشه میبینم که اینجا حتی به حشرات دنبال میکنن محیط زیست اونا رو فکر میکنن یا آقا یه مثلا فرض کنید پشهی فلان اومده مشکل اون چیه سوسکت چی مشکلی داره نمیدونه خرخاکی چه مشکلی داره همه اینا رو فکر میکنن محیطشون رو امن میکنن که محیط خودش امن بشه در حقیقت الان مثلا این فقط به این داستان ختم میشه الان مثلا وضعیت همونطور که توضیح دادی حیوانات نمیدونم احشام گاو و تکلیف اونا چیه اونا, اونا چه بلایی سرشون میاد تو این ماجرا ببینید یک بحث ویژه داره ما تولید در حقیقت احشام رو بر اساس نیاز تغییر دادیم نیاز انسانی شما در نظر بگیرید که مصرف گوشت از هفتاد سال به بعد در ایران زیاد شد در دنیا هم زیاد شد رفاه توسعه با خودش رفاه هم میاره به هر شکل و کسانی که ممکن بود هفته یک بار بتونن گوشت بخورن در خیلی از موقعیت ها هر روز این امکان براشون فراهم شد و این نقطه خوب توسعه است اما طرف دیگری هم داره در نظر بگیرید که الان بخش عمده از جنگل های آمازون در خطر هست از دست کسانی که میخوان جنگل رو نابود بکنن چمنزار درست بکنن برای تولید گوشت گاف یا مثلا برای اینکه مثلا نیاز به گوشت گوسفند یا بوز حتی بیشتر میشه خب باید توجه بکنیم این بوز این احشام کجا باید غذا بخورن مراتع دیگه چه بلای سر مراتع میاد ما بایستی یک به این مسئله برای آیندهمون فکر بکنیم که واقعا میخوایم چه از خود گذشتگی بکنیم نسبت به شرایط فعلیمون الان این سخته چرا چون بخش عمده از مردم ایران به دلیل فقر حاکم در از فقر غذایی هم رنج میبرن و نمیشه گفت چی بخوریم چی نخوریم اما به این بایستی فکر کنیم که برای آیندهمون نیازمند این هستیم که به سمت روشهای پایدار بریم برای غذا بایستی به این فکر کنیم که اگر تولید غذا منتهی به از دست رفتن منابع آب بشه خودمون رو با اون امکاناتی که داریم فراهم میکنیم داریم دار میزنیم انگار داریم تناب دار خودمون رو تناب دار بشریت رو خودمون تولید می‌کنیم بدون که اون باشه داریم چیکار می‌کنیم احتیاط باید بکنیم منتا حساسیت های جامعه هم هست یعنی اگر مثلا الان در ایالات متحده یا اروپا دانشمندان بگویند که مثلا بیایم برای بهتر شدن وضع فقر غذایی بریم سراغ حشرات از نظر علمی حرفشون ممکنه درست باشه اما از نظر اجتماعی هنوز جامعه به اون نقطه آمادگی نرسیده و حساسیت ها بالا میره میگن شما که خودتون میرین استیک میخورین و میرین گرونترین غذا رو میخورین گوشتگاه میخورین چرا ما باید محروم بشیم ما هنوز به نقطه مناسبی از منظر گفتگوی اجتماعی نرسیم در این باره و امیدوارم به اون نقطه برسیم یکی از کارهای جالبی که دیدم شما انجام میدین میری توی محیطای دانشگاهی میگردی و همفکرهای خودت رو پیدا میکنی کسانی که در زمینه محیط زیست آب کار میکنن اینا رو میاری به جامعه معرفی میکنی خیلی کار نیکو و پسندیده است یه جایی تو فرمایشت اشاره کردی که بایستی که گروه های تشکیل بشه و این گروه ها با هم دیگه پیوند بخورن میخوام از یه جای دیگه این سوال رو پرسن اخیرا خب ما شاهده جنجال بودیم که شاهزاده رضا پهلوی حرکت کردن رفتن اسرائیل و موضوع آب رو گفتن آب موضوع ما سوالم اینه که آیا از شما یا دوستان شما در این زمینه اصلا پرسشی کردن کمکی گرفتن مورد مشاوره قرار گرفتید نگرفتید یا چی بود یا فقط همینجوری بود من از سالها قبل بارها و بارها با شاهزاده درباره مسائل مرتبط با آب خب گفتگو کردم مسابقه کردم هم فکری هم زیاد کردیم در نتیجه این امکان برای هر دوی ما وجود داشت که راجع به این مسئله با هم به تبادل نظر بپردازیم اما چیزی که وجود داره این هست که سفرهای از این دست به دلیل که بار سیاسی قوی دارن هر حرکتی میتونه برداشت های متفاوتی داشته باشه طبیعتا ایشون رفتن که از فناوری های اونجا دیدار بکنن از با مدیران آب آشنا بشن ولی خب این قضیه دست میزبان بوده برای اینکه در چه محلی این دیدار انجام بشه و با کارشناسان اگر من جای میزبان ایشون بودم ایشون رو به مناطق بیابانی می بردم با سیستم های مدیریت مناطق خشک و روش های آبیاری و روش های مصرف منطقی آب اونجا آشنا می کردم سیستم های تصفیه آب برای تأمین آب برای کشاورزی و هزار یک بحث نرمافزاری. اما اینکه میزبانان ایشون رو بردن به آبشیرینکن شیرین که یکی از مهمترین آب شیرین اسرائیل هم هست نکته مثبتی دارد که آشنایی با این فناوری است و دیدن اینکه چه کارایی دارند دارد اما نکته منفی این قضیه این هست که برخی در گروه هایی که حامی ایشون هستن فکر میکنن که دیگه راه همون آب شیرین کن هست و اون صحبتی که ایشون در توییتشون مطرح کردن که ما اسرائیل چقدر موفق هست که صنعت و در حقیقت مدیریت آب اونجا میتونه کویر رو آب کنه خب کویر رو آب کردن یعنی ما کویر رو تبدیل به آب بکنیم دیگه اون منطقه خشک رو این برای کسانی که در اون محدوده هامیان ایشون هستن و معتقدن که بایستی کویر رو با آب شیرین شده دریای عمان و خلیج فارس پر از آب کرد با اون همخانی پیدا میکنه و این تفسیری هست که بدون در نظر گرفتن طبعات محیطزیستی در حققرینکارهایی این قذایا مطرح میشه مگرنه ایشون هدفشون این بوده که آشنا بشن در اونجا در, اون در آمفیتاتر آب شیرین کنه سورک هم با کارشناسان مختلف اسرائیلی و روش های مختلف آشنا شدن براشون توضیح دادن ولی خب بازدید از خود اون آب شیرین کن اون تصاویرش این بار رو از منظر روانی داشته برای خیلی ها که خب مشکل آب ایران فقط با آبشیرین کن حل میشه در صورت که نه مدیریت آب در اسرائیل فقط آبشیرین کن نیست آبشیرین کن آخرین گزینه هست برای مدیران آب اسرائیل به دلیل هزینه های هم محیط زیستی و هم اقتصادی که داره چون در نظر بگیرید تولید هر کیلووات برق بسیار گران قیمت هست با سوخت های فسیلی و شما در نظر بگیرید که بهای یک متر مکعب آب اگر الان در اسرائیل با آب شیرین شده چیزی بوده 50 سنت باشه 50 سنت رو شما تبدیل بکنید به هزینه های ایرانی چیزی بوده 25 تا 30 هزار تومان میشه یک متر مکعب بعد برای انتقالش اون هم هزینه داره تا از دریا منتقل بشه که بکپ و در نظر بگیرید که هزینه که نمک زدایی و آب شیرین کردن در محدوده خلیج فارس 50 سنت نیست چیزی نزدیک بین یک کنیم تا دو نیم دلار هست بنا به امکانات و زیر ساختایی که وجود داره و نسبتش و بعد هزینه انتقال به فلات ایران مرکزی هم بین 50 سنت تا یک کنیم دلار بسته به فاصله میتونه باشه یعنی یک متر مکعبی که ممکنه شما بتونید با حد چند سنت در ایران با روش های عادی اون, اون رو فراهم بکنید مثل آلا روش هایی که صفره آب زیرزمینی رو قنی بکنید آبخانداری و روش های دیگر از چند سنت قیمت میرسه به چهار دلار چهار دلار آیا مردم ایران از پس هزینش بر میان فرض کنیم سوبسید داده بشه سوبسید نشان دهنده موفقیت اجرا نیست پرسشم این بودش که چون بر اساس همون موضوعی که شما میدونستم که شما با ایشون ارتباط دارید گاه با هم حرف میزدید میخوام بدونم که وقتی میخواست سفر کنه به این نیت اصلا از شما اومد یه سری اطلاعات پایه بگیره در همین زمینه که الان می مطرح میکنید من که این ایتا... چیز مشخص بکنم من هیچ سمتی و هیچ ارتباطی نه, نه, نه میخوام اینو چون میدونید ما در ایران یک چیزی شما بیان میکنید یه سوء تفاهم ایجاد میکنه ما هر از گاهی با هم صحبت می کنیم عنوان کسانی که ارتباط دوستانه و با محبتی وجود داره اما من به قول معروف کاملا مستقل و مجزا عمل می کنم. در این باره بارها با هم صحبت کرده ایم چیزی که وجود داره یک فرصت بود به نظر من که بایستی اه چند کارشناس با نگاه کاملا محیط زیستی به کسانی مستوستن. که معتقد به عدالت محیط زیستی هستند نه کسانی که نگاه اولترا راست دارند و محیط زیست رو فقط به عنوان یک ابزار میبینن برای توسعه اقتصادی اینو تاکید میکنم کسانی که نگاه اولترا راست دارن و در حقیقت عدالت محیط زیستی رو بر نمیتابند برای آینده ایران نمیتونن نتیجه مثبتی به بار بیارن من فکر میکنم که اگر در این سفر چند مشاور آگاه همراهشون میکرد نتایج بسیار بیشتری میتونست برای آینده ایران به بار بیاره کما اینکه که این رو هم بگم که صحبت ایشون درباره آب و محیط زیست باعث شده که توجه مردم و آگاهی مردم نسبت به آنچه در ایران میگذره و حساسیتشون بیشتر بشه که این رو هم من فکر میکنم بایستی قدرش رو دونست نکته مثبتش نکته مثبتش این بود که توجه رو جلب کرد یعنی یهو گفتن آقا یه کسی راجع آب حرف زد چون اصلا یکی مشکل دیگه اینه که اپوزیسیون یا این فعالان سیاسی هر چی اسمشون هست. اصلا راجب به این موضوعات هیچ حرف و سخنی ندارن فقط بگیر و ببینند و دست من پهلوونه هیچ چیز دیگه ای توش نیست چرا؟ من امیدوارم یک روزی ام این امکان رو داشته باشم گروهی از دوستان اپوزیسیون رو در یک جای جمع بکنم و بعد در همه دستشویی ها و آبخوری ها رو ببندم و از اینا بخوام که سه روز راجع به آینده ایران تصمیم گیری کنن من فکر نمی کنم بعد از اون فراموش بکنن که مسئله آب چقدر مهمه خیلی خیلی خوبیه باور کن یعنی اونها در وضعیتی غرق خواهند شد که تا ابد فراموش نمیکنن که نالیده گرفتن آب یعنی چه یا اصلا محیط زیست آره دیگه اساسا محیط زیست چگونه باشه به. یکی اینه خیلی نکته چالبیه آفرین کاش که این کارو بشه انجام داد من امیدوارم, امیدوارم امیدوار این امکان برای من فراهم بشه که همهشون رو در یک جای دعوت بکنم یک قطره آب نباشه و جایی برای دستشوی رفتن نداشته باشن ببینم اینا میتونن فراموش بکنن که رو دارن راجب کجا صحبت میکنن یا نه اتفاقا یه موضوع دیگه ای که میخوام با شما راجع به حرف بزنن یه اخیران دیدم خوب خوبه توی یوتیوب یه میرن مثلا از نقاط مختلف ایران فیلم میگیرن تهیه میکنن خیلی هم کار خوبی میکنن یه دیدم این آخری جوانی رفته بود همین نقاط هاشیهی که شما بهش اشاره کردی محیط قمباری واقعا یعنی مثلا ساختمونا رو که نشون میداد اینا اینا همه به یه بادی بنده اصلا زلزله نیازی نداره یعنی یه طوفان بشه اینا همه تخریب میشه فکری میشه که تو این زمینه ببینید میشه فکر کرد اما فکری باید بشه که به فقر زدایی پایدار بیانجامه به توسعه پایدار اون مناطق بیانجامه و ما شرایط رو فراهم بکنیم که خیلی از اون کسانی که به هاشیه ها اومدن بتونن با خوشحالی برگردن به سر خونه و زندگی اصلی خودشون تجربه که من داشتم در محدوده گربایگان فسا که تر آبخانداری درش اجرا میشد شد و برای من جالب بود این بود که خیلی از کسانی که از اونجا رفته بودن به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کارگری و یا خانواده هایی که رفته بودن به شهرستان برای زندگی چون اونجا دیگه آبی نبود خیلی هاشون برگشتن و من مهاجرت معکوس رو در اون محدوده روستایی دیدم اگر در خیلی از مناطق ما بتوانیم با امکانات همون مناطق به نحوی پایدار شرایط زیستی رو بهتر بکنیم خیلی از اون مناطق حاشیه شهری خلوتتر خواهند شد و مردم وقتی به این باور برسن که میتونن سهمی داشته باشن در ساختن آینده خودشون و اون زمین هایی که متعلق به خودشون و آبا اجدادشون بوده اونها رو میتونن آباد بکنن خب طبیعتاً برمیگردن الان خیلی از مردم این برای من تجربه جذابی بود وقتی اسرائیل رفتم خیلی از مردمان پیشرو اسرائیل در شهر زندگی نمیکنن در کیبوتس ها زندگی میکنن درسته زندگی ویژه سوسیالیستی هست ممکنه خیلی ها نپسندن اما یکی از مهمترین کارخونه های آبیاری قطری دنیا نتافیم توی کیبوتس هاتزریم هست در محدوده بیابان نگو یک کارخونه میلیارد دلاریه که الان خب کشورهای مختلف درش سهم دارن اما بعضی از دانشمندان مهم حوزه آب توی این کیبوت یعنی توی روستای بزرگ زندگی میکنن خب این خیلی مسئله مهمیه چرا ما نیایم و اعتبار مناطق روستایی خودمون رو طوری افزایش بدیم که به جایی که از روستا به شهر مهاجرت بشه از شهر بیان مردم و با لذت در اون منطقه زندگی کنن و بخوان آبادش کنن راهکار وجود داره روش های مختلف وجود داره اما طبیعتا ما با یک ساختار دموکراتیک که مردم سهمی در تصمیم گیری داشته باشن و آگاه باشن نسبت به مسئله محیط میتونیم امیدوار باشیم شرایط بهتر بشه خب من فقط با این پرسش میدونم وقتی تو زیاد گرفتم از حدم تجاوز کردم بازم ازت تشکر میکنم ولی با, با این عالم. پرسش ازت مرخص میشم و اون که فکر میکنی اگر که تصمیم بگیریم شرایط رو تغییر بدیم چند سال طول میشه تا بتونیم به اون نقطه صفر برسیم به نقطه صفر نقطه. نمیتونیم برسیم نه ببین اونقدر تخریب زیاد بوده که ما بایستی در اول کار بتونیم میزان خسارت رو به حداقل برسونیم و مدیریت بکنیم وضعیت رو بتونیم در جاهایی شرایط رو بهبود ببخشیم جنگلی از بین رفته احیاش بکنیم مرتای از بین رفته احیاش بکنیم آبخانی از بین رفته تا حدی بتونیم تا اونجا که امکانش هست آب جذبش بکنیم که جا دیگه برگشت پذیر نیست چون نشست زمین یک فرایند برگشت ناپذیره اما اون جایی که میتونیم بتونیم تاباوری رو بیشتر بکنیم سازگار بکنیم خودمون با اون شرایط و بتونیم برای آینده برنامه ریزی کنیم خیلی مهمه اون بحث ادپتیشن و رزیلینس اینجا خیلی مهمه که توی اینجا خیلی صحبت میکنن میگن میتیگیشن، ادپتیشن و رزیلینس این در حقیقت ما خود باید سازگار بشیم بتونیم تاباوری رو بیشتر بکنیم بتونیم مقاوم باشیم بتونیم روش های منطقی رو اعمال بکنیم برای هر منطقه و از ببینیم در هر منطقه در طول هزاران سال چگونه یک جایی تونسته بود به تعادل برسه ما چگونه میتونیم اون تعادل رو ایجاد بکنیم دو مرتبه و کمک بکنیم نه اینکه به اسم توسعه و بعد بر اساس منافع خودمون بیایم و هر کاری بکنیم بعد بگیم بعد ما بگیم نه ببخشید ما, ما دیگه نیستیم بقیه باید حلش بکنن هر قدمی که ما برمیداریم تاثیرش فقط برای الان نیست سیاستی که در سال 1330 اصل چهار ترومن اومد و وارد ایران کرد نتایج منفیش رو الان ما داریم میبینیم نتایج مثبت داشته نتایج منفی هم داشته اصلاحات ارزی نتایج مثبت داشت اما نتایج منفی هم داشت سدسازی ها نتایج مثبت داشت نتایج منفی هم داشت بیم نگاه بکنیم یک ارزیابی دقیق بکنیم آسیب شناسی بکنیم و برای برنامه‌ریزی برای آینده کشورمون با توجه به تجربیات و شرایط اقلیمیمون و انتظاری که داریم ما نمیتونیم مطمئن باشیم که تا ابد همینطور خوش سال ممکن یک سال پرباران باشه ولی اون سالی که پرباران بود نمیتونی فکر کنیم که سال بعدش هم پربارانه ممکنه بسیار خوشکر باشه زمانی که باران میآید ذخیره بکنیم زمانی که باران نمیآید صرف کنیم داستان به قول معروف رویای یوسف در همه در ادیان مختلفی اومده است در نظر بگیرید وقتی که پرباران بود اومد گندم رو ذخیره کرد وقتی که کمباران شد اومدن تقسیم کردن توزیع بسیار حالا سوسیالیستی کردن میان مردم یک حالا داستانی است برای دوستانی که علاقه دارن مسائل دینی رو دنبال کنن اونایی که دوست دارن مسائل غیر دینی رو دنبال بکنن خب چیزای دیگر وجود داره در طول تاریخ انسان ها یاد گرفتن که چطوری میتونن خودشون سازگار کنن اما ناسازگارترین نسل ها ماها بودیم خب من اینجا میخوام از شما یه خواهشی بکنم از طرف من هر زمانی که امکان داشت دو بار دست پدرتو ببوس امیدوارم مرد... این امکان فراهم بشه چون بنده ایشونو سالهای سال ندیدم و طبیعتا میدونید به دلیل شرایط خاصی که وجود داره امکان صحبت کردن ما هم وجود نداره ولی امیدوارم این پیام شد از این رسانه به ایشون برسه واقعا کاری داره میکنه کارستان سلامت یعنی واقعا داره کار میکنه در این سن و سال در این کبر سن به قول فرنگی ها ولی دست نکشیده و مشغول این شاگرد پروری است در حقیقت داره پرورش میده یه سری آدمایی رو که فکر کنن برای مردمشون برای میهنشون و این چیزی که اپوزیسیون نداره اونا دارن در اونجا با سختی دارن انجام میدن سمیمانه از شما تشکر میکنم از بابت کاری که داری انجام میدی یگانه است بی نظیره. واقعا کار بزرگی داری انجام میدی چند تاشو گفتم یکی اینکه راجع به موضوع مردم رو به فکر وادار میکنی دومی که میری سراغ آدم های مختلف و اونا رو به جامعه معرفی میکنی کوشش های رو برای مردم تعریف میکنه کاری کارستان دستتو میبوسم بسیار بسیار ازت ممنون فقط این برنامه برای این بود که ازت تشکر کنم شما بزرگواریم ممنون از حمایت های شما و اینکه امکان پخش برنامه ما را از شبکه خوب خودتون برای مخاطبان خوبتون فراهم میکنید که آه. این پیام گسترده تر برسه به کسانی که دلنگران ایران هستند. آره دیگه بعد فکر میانت باشی دیگه فقط همینه هیچ راه دیگه ای وجود نداره این باید جا بیفته وطن مردم اینا چیزهایی که باید جا بیفته هنوز جا نیفتاده ازت ممنون سپاسگزارم از شما تشکر میکنم بسیار ممنون آقا شنیدیم دوستان فرمایشات خوب و دقیق کارشناسی یک انسانی که دل در گروه میهن داره و اون که براش مهمه وطنشه فارغ از این فکر و اون فکر سیاسی و این جاه دلوی ها داره کار سختی رو انجام میده باید حمایت بشه و کسانی که میتونن دستی دارن کمک کنید که این کار درست پیش بره از اینکه دنبال میکنی از تو ناظرین هم سپاس گذارم و برای شما خوبه مثل همیشه هم از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون